درود بر همیهنان عزیز و همراهان همیشگی کانال آوای ایران امروز با پیام مهمی از یک تاریخنگار برجسته خطاب مردم ایران همراه شما هستیم پیروزی جنبش زن زندگی آزادی از آنچه فکر می کنید به ما نزدیک تر است. دعوت می کنم تا انتها با ما همراه باشید. صحبت های این تاریخ نگار برجسته همه ی آن چیزی است که ایرانیان آزادی خواه به آن نیاز دارند. در انتها نیز لطفا نظرتون رو با ما و سایر دنبال کنندگان در مورد این تحلیل به اشتراک بگذارید. لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما پیام مهم تاریخ تاریخنگار برجسته به مردم آزادی آزادیخواه ایران این حکومت رفتنی است دست از تلاش بر ندارید از ابتدای انقلاب تا کنون هیچگاه چنین فرصتی برای ایرانیان به وجود نیامده تا بتوانند خود را از سلطه حکومتی شبه طالبانی و مستبد رها سازند هر کدام از جنبش های پیشین علیه جمهوری اسلامی میتوانست با امتیازدهی و یا عقب نشینی حکومت ساکت شده و به سرانجام نرسد اما با توجه به این جنبش زن زندگی آزادی درباره یکی از اساسی ترین ارکان این حکومت شکل گرفته پس هرگونه عقب نشینی حکومت می با باعث ریزش نیروهای ایدئولوژی که طرفدار حکومت شده و پافشاری بر آن میتواند منجر به سرنگونی شود پاشنه ی حکومت های ایدئولوژیک یا مذهبی همانه که بر اساس آن شکل گرفتند از ابتدای انقلاب 57 تا امروز وقایع مهمی در صحنه سیاسی ایران به وقوع پیوستند که هر یک به نوبه خود توانسته چهره نظام را دگرگون سازد اما نتوانسته آن را سرنگون کند اما در این بین شاید به جرأت بتوان گفت که بعد از احتمال کودتای ارتشیان در ابتدای انقلاب که می توانست برای همیشه بساط جمهوری اسلامی را برچیند جنبش زن زندگی آزادی می تواند ارکان نظام را به لرزه درآورده و آن را سرنگون کند اما چرا این بار تا به این اندازه به آزادی و پیروزی نزدیکیم و تفاوت آن با سایر جنبش ها در چیست؟ از ابتدای انقلاب تا سال 78 خورشیدی تظاهرات و جنبش‌های های گوناگونی در ایران علیه حکومت نوظهور جمهوری اسلامی به وقوع پیوست اما عوامل متعددی از جمله عدم همراهی سایر کشورها مخالفت گروه های چپ مخالف پادشاهی و در آخر وقوع جنگ هشت ساله مانع از تحقق این هدف شد شاید بتوان گفت که تظاهرات سال 78 جزو اولین جنبش‌های ضد حکومتی بعد از انقلاب بود که باستابی گسترده دا. اما به دلایل متعددی نتوانست باعث سرنگونی شود بعد از پیروزی مجدد احمدی نژاد در انتخابات 88 اعتراض های گسترده ای در سراسر سر ایران به وقوع پیوست که شاید بشه از آن به عنوان یکی از گسترده ترین تظاهرات از ابتدای انقلاب تا آن زمان یاد کرد اما به دلایل زیر این جنبش نتوانست به نتیجه برسد احمدی نژاد به واسطه تبلیغات گسترده ای که در دوره ی اول ریاست جمهوری او صورت گرفت در بین از باورمندان و خراف پرستان مذهبی چهره ای آسمانی یافت و این گروه کوتاه فکر مخالفت با او را مخالفت با خدا دانستند. احمدی نژاد به واسطه توزیع گسترده پول بین توده های مردمی تحت عنوان یارانه، سهام عدالت، وام های زود بازده و غیره توانست طبقه های پایین و فرودست جامعه را با خودش همراه کنه و همین امر موجب شد در بسیاری از شهرهای کوچک و روستایی همراهی لازم با این اعتراضات صورت نگیرد. موسوی و کروبی از بدنه ی همین نظام بودند به گونه ای که جنبش 88 را میتوان توان بیشتر دعوای درون حاکمیتی برشمرد تا یک انقلاب براندازانه به همین سبب با استقبال جهانی و مخالفین نظام مواجه نشد حرکت های مردمی اگرچه برخی اوقات جنبه ضد حکومتی به خود می گرفت اما به سبب اینکه رهبران آن موافق با نظام جمهوری اسلامی بودند نتوانست در جهت براندازی حرکت کند باید توجه داشت که در صورتی که تظاهرات سال 88 به نقطه بی بازگشت و براندازانه می رسید، حکومت می توانست احمدی نژاد را از قدرت کنار گذاشته و موسوی را به قدرت برساند و در اولین فرصت ممکن دوباره یک اصولگرا را در رأس امور قرار دهد. پس این جنبش می توانست با یک امتیازدهی حکومت متوقف شده و به نتیجه نرسد. اگرچه تورم و گرانی می تواند موتور محرکه بسیاری از انقلاب ها و شورش ها باشد، اما تظاهرات سال 96 اگرچه پهنه وسیعی از ایران را در بر گرفت اما آن هم به دلایل متعددی نتوانست به نتیجه برسد و در نهایت حکومت در کنار سرکوب توانست با وعده مانند فروش حواله اتومبیل و اوراق مشارکت و غیره توده های بسطوح آمده از مشکلات اقتصادی را فریفته و به خانه بفرستد. چنانچه اعتراضات دامنه تر و گسترده تر می شود، حکومت می توانست عقب نشینی کرده و وحده های بزرگتر و چشمگیرتری بدهد. پس این جنبش در لحظه سقوط نیز می توانست با وحده های بزرگ و توخالی متوقف شود و با یک امتیازدهی حکومت به نتیجه نرسد. در آبان 1398 افزایش ناگهانی قیمت بنزین توانست خشم گروه های وسیع از جامعه را برانگیزد و موجی از اعتراض را در سراسر سر ایران ایجاد کند اما به دلایل زیر نمی توانست موجب سرنگونی شود اعتراض به افزایش قیمت بنزین طبیعتا نمی توانست بسیاری از چهره های موسیقی و هنری و سیاسی جهان را با خود همراه سازد زیرا اعتراض به گرانی در همه جای جهان مرسوم است طبقه مرفه شهرنشین اگرچه به این جنبش به صورت مختصر پیوست اما حمایت کاملی از آن صورت نداد زیرا برخلاف طبقه فرودست جامعه که با افزایش قیمت بنزین بسیار متضرر می شدند این افزایش قیمت آنان را زیاد تحت تاثیر قرار نمیداد برای نوجوانان و جوانانی که هنوز وارد مسائل اقتصادی نشده اند افزایش قیمت بنزین پدیدهی ملموس و قابل درک نبوده و طبیعتا نمی توانست آنها را به روستاییان و میان سالان اجتماع پیوند داده و همراه در آن زمان در صورتی که حکومت در نقطه سرنگونی قرار می گرفت می توانست با عقب نشینی و کاهش قیمت بنزین شورش ها را مهار سازد و در اولین فرصت و به صورت پلکانی این افزایش قیمت را اعمال کند. پس این جنبش نیز می توانست با یک امتیازدهی حکومت متوقف شده و به نتیجه نرسد. اما در جنبش سال 1401 جنبش زن زندگی آزادی همه چیز بسیار متفاوت است همانطور که بیان شد بعد از احتمال کودتای ارتشیان در ابتدای انقلاب میتوان گفت که جنبش زن زندگی آزادی عمیق ترین و وسیع ترین جنبشی است که در ایران به وقوع پیوسته و میتواند این حکومت را برای همیشه راه برای همیشه از بین ببرد این جنبش تفاوت های ساختاری بیشماری با جنبش های پیشین دارد که بر اساس همین موارد است که گفته میشه این تظاهرات منجر به سقوط خواهد شد جنبش های پیشین می توانست با امتیازدهی و یا عقب نشینی حکومت ساکت شده و به سرانجام نرسد اما با توجه به اینکه این جنبش درباره یکی از اساسی ترین ارکان این حکومت یعنی حجاب اجباری شکل گرفته پس هر گونه عقب نشینی حکومت می تواند باعث ریزش نیروهای ایدئولوژیک طرفدار حکومت شده و پافشاری بر آن می تواند منجر به سرنگونی شود پاشنه حکومت های ایدئولوژیک یا همان است که بر اساس آن شکل گرفتند به طور مثال هنگامی که شوروی که نظام آن بر اساس مبارزه با نظام سرمایه داری شکل گرفته بود درهای خود را به روی دنیای آزاد و صنعتی گشود به فروپاشی آن انجامید پاشنه گروه های افراتی مانند داعش و طالبان و جمهوری اسلامی هجاب است و چنانچه این سنگر فرو بریزد تمام ارکان نظام فرو خواهد ریخت. تفاوت دیگر این جنبش با سایر جنبش های بعد از انقلاب همه شمول بودن آن است. در این جنبش نوجوانانی که در گذشته در اعتراضات حضور فعال و چشمگیری نداشتند برای رسیدن به آزادی و حق پوشش قیام کردند که همین امر موجب می شود بسیاری از مخالفین نظام در سراسر سر جهان با آنان ابراز همدلی و همپیمانی کنند از طرف دیگر جوانان و میانسالان و افرادی که از فقر و تبعیض طبقاتی رنج میبرند و در جنبش های 96 و 98 سرکوب شدند به این موجه به وجود آمده پیوسته و دامنه اعتراضات را گسترش دادند جامعه سنتی و محافظه که پیش از این به اصلاح امور دلبسته و با وعده و وعید اصلاح طلبان و اصول گرایان منتظر آیندهای بهتر نشسته بود و سکون را بر تغییر و تحول ترجیح میداد نیز بالاخره به این نتیجه که این نظام اصلاح ناپذیره و اینان که تا امروز بر موزه خود پافشاری میکردند نیز به جمع مخالفان نظام پیوستند بعد از تسلط طالبان بر افغانستان و شدن حقوق زنان در این کشور افکار عمومی دنیا بسیار متاثر شده و توجهات خود را به سمت و سوی این مسئله معطوف کرده در این میانه هنگامی که مردم دنیا متوجه جنایت شبه طالبانی جمهوری اسلامی شدند موجی از خشم و انزجار و همدلی در میان آنان ایجاد شد که پیش از این در هیچ یک از جنبش ها سابقه نداشته بسیاری از کشورها و چهره های سیاسی اروپایی و آمریکایی که پیش از این و از ابتدای انقلاب به عنوان مدافع جمهوری اسلامی وارد عمل شده و از آنان حمایت می کردند به شدت در موضع ضعف قرار گرفته و در برابر خواست و تمایلات همگانی و افکار عمومی به دفاع ماندند همچنین روسیه چنان درگیر جنگ اوکراین و مسائل اقتصادی و مبارزه با غرب است که دفاع از جمهوری اسلامی مدتها دیگر در اولویت اول آن نیست. بر هم خوردن برجام و گسترده تر شدن مشکلات اقتصادی توانست قدرت سرکوب حکومت را به شدت کاهش دهد. زیرا بسیاری از عناصر وابسته به حکومت که به دنبال منافع شخصی و مالندوزی بودند، از سفره انقلابی بهره شده و در تنگنای اقتصادی قرار گرفتند. آنان میدیدند برخی از سیاستمداران و وابستگانشان هر روز بر ثروتشان افزون می گردد و در مقابل سهمی به آنان که در جهت منافع حکومت در خیابان استفاده ابزاری می نمیرسد. در دوران خاتمی با باز شدن درهای اقتصادی به روی جهان و در دوران روحانی با گسیل پول تحت عنوان برجام به داخل ایران حکومت قادر شد نیروهای سرکوب تحت امر خود را تطمی و تامین کند اما با گسترش تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی موجی از نارضایتی در میان نیروهای مسلح نیز به وجود آمد و دهها مورد دیگر که توضیح و تفسیر آنان زمان و وقت بسیار می طلبد. به عنوان تاریخ نگار و محقق, مس و محقق مسائل سیاسی به همگان می گویم از ابتدای انقلاب تا کنون هیچگاه چون این فرصتی برای ایرانیان به وجود نیامده تا بتوانند خود را از سلطه حکومتی شبه طالبانی و مستبد رها سازند. برای رسیدن به پیروزی دو هدف را دنبال کنید ناامید نشوید و به تلاش خود ادامه دهید تا می توانید افکار عمومی دنیا را با خود همراه سازید